محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس وقتتون به خیلی جناب گلپور بل اخره شورای حکام متقاعد شد علیه جمهوری اسلامی قطنامه صادر کنه چه عواملی باعث کشورهای تصمیم کشورهای اروپایی برای تصویب این نامه شده با های فراوان ببینید خیلی ساده و سریع اروپا هم که میدونید این آخر هفته انتخابات به عمومیش از پارلمان شروع میشه و به کمیسیون خط پیدا میکنه و تمام این مسائل تو همین ویکند و هفته های دیگه برای همین در رابطه با پرونده جمهوری اسلامی تمام ارگانهای اروپایی اون چیزی که به نوعی به صلاح وسیعتنامه یا ارسیه این دورهی که داره تموم میشه رو در رابطه با برنامه موشکی برنامه پهپادها ها دادن قطنامه ها همه چی روشنه و این سه کشور برای اینکه مسئله تعهداتی که نیروی جدید کمیسیون و نیز دایره اقدام خارجی صورت بگیره به نوعی مجبور بودن این قطنامه رو بدن برای اینکه به نوعی حساب ها روشن باشه بنابراین این برنامه هستهی جمهوری اسلامی در چارچوب همون ای که برای برنامه موشکی و برنامه پهپاد داده شده باید دیده باشه و تیم های جدیدی که میان به نوعی موظفن نه تنها تمام این برنامه رو با دقت اجرایی و عملی کنند بلکه در رابطه با شتابی که مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک جهانی به خصوص از جانب روسیه برای اروپا میاره به روز و موثرش کنند بنابراین ما باید به این شکل نگاه کنیم اگر برنامه هسته‌ای در اون گذشته که 2015 میخواد دیده بشه که اینجا و اونجا به یه نوعی اکشن و ریاکشنی میفرستادن افرادی مثل آقای خبرازی آقای عراقچی که هنوز تو رویای هتل وین و بحثای نیویورکیشون هستن اساسا ما تو شرایط نیستی انقدر این شرایط حاده که حتی آقای گروسی به نوعی معدبانه به این که بعد نتیجه کار مستقیم و مشخصی رو بلافاصله بیاره دعوت شده و نیز آقای ویلیام برنس دیگه هشدارها که عقب بندازید اروپا قبول نمیکنه بنابراین به لحاظ انباشت ذخیره اورانیوم و نیز به دلیل اینکه پرونده هسته جمهوری اسلامی میتونه من بعد زیر مجموعه از پرونده امنیتی روسیه برای اروپا بشه این مسئله میباید هر چه سریعتر به نظر من در موافق تصمیم گیر اروپا به نتیجه برسه بنابراین اروپا همونطور که من قبل از جلسه شورای حکام گفته بودم به نظر من اشتراب ناپذیر حرکت های اروپا بر اساس شتاب تهدیدهای های امنیتی که برای این قاره موجود به وجود میاد باید تصمیم گرفته بشه و این اقدامات اشتراب ناپذیره با تعجب هشدارهایی که پیشتر داده بودن فکر میکنید واکنش تهران به این قطع نامه چگونه باشه؟ خب ببین ببینید بدون رو در بایستی کدوم تهران اگر تهران آقای عراقچی و آقای خرازی که فکر میکنن هنوز تو تعجب این قطنامه دارن فکر میکنن چی شده چون اوزار رو به اون شکل که داره در جهان جلو میره نیبینم تهران آقای خامنی یا آقای شریعت مداری هم که روشنه تو همون چارچوب ستون به اصلا روزنامه های پروپاگاندیستی که میفرستن قرار میگیره تهرانی که روسوفیله شدیدا به نظر من میتونه سوء استفاده بکنه و داره میکنه و همونطور که آقای پوتین در سن پترزبورگ اعلام کردن من بعد آقای پوتین حساب میکنن رو متحدین بلافاصله شون برای حملات هم موشکی و نیز در دکترین هسته‌ای پوتین که مهمتر از دکترین هسته‌ای آقای خرازیه این متحدین جای خاصی رو خواهند داشت در ماهای آینده بنابراین من به نظرم خطرات بسیار زیادی امنیت ملی کشور ایران رو که کشور عزیز ماست میتونه تهدید بکنه و جنبش های و ضد جنگ هر چه سریعتر اگر برنخیزن تمام این تهدیدهای هسته ای موشکی که جمهوری اسلامی رو به عنوان پروکسی روسیه وارد معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتر از قبل میتونه بکنه واقعا بسیار این خطرات بالا خواهد بود و بنابراین در قبالش به نظرم نهاتای بخصوص اروپایی خیلی جدیتر از آمریکا عمل میکنه سپاس از شما مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از